رازی دانش از مقابل دادگاه فدرال در واشنگتن و آرش علایی دوباره از مقابل کنگره با ماست. با رازی شروع میکنم، چه میدونیم در مورد این پرونده و حضور آقای ترامپ؟ فرداد، ما در مقابل دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی هستیم، دادگاه برت پریتیمن، جایی که دیروز برای سومین بار در طی 4 ماه اخیر کیفرخواستی علیه رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا صادر شد. بازپرس ویژه این پرونده جک اسمیت بود. این بازپرس 54 ساله البته سابقه خیلی خوبی در پیش بردن پرونده های مربوط به مقامات دولت آمریکا در داخل و خارج از کشور داره. جک اسمیت در بیانیه کوتاهی که بعد از منتشر شدن این کیفرخواست صادر کرد، در این بیانیه گفت که در ما درباره زنان و مردانی صحبت می‌کنیم که در 6 ژانویه از کنگره دفاع کردند. کار اونها فقط دفاع از یک ساختمان نبود، بلکه اونها از ارزش‌هایی که ایالات متحده رو تعریف می‌کنه دفاع کرد. آرش علایی رو از کنگره آمریکا داریم. آرش، چه گفته آقای ترامپ و وکلاش تا اینجا در واکنش به این اتهامات؟ وکلای آقای ترامپی که شنا دقل در شبکه سی ان ان دیدم دیشب حاضر شد، به نوعی میشد اون روندی که قرار است که تیم دفاعی آقای ترامپ در این پرونده تیک کنند و دید. از صحبت های ایشون میشد فهمید بخش اولیش این بود که راجع به آزادی بیان متمم اول قانون اساسی صحبت کرده. 45 صفحه اون کیفرخواست رو اگر بخونید 4 اتهام اصلی وجود دارد. بیشترش دروغش اینکه تئوری توطئه‌ای که آقای ترامپ میگوید وزارت دادگستری ایشون در مرکزش قرار داشته است، و بعد هم 6 نفر رو به عنوان مظنون معرفی میکنه که در اون کیفرخواست اسمی از اون 6 نفر نبرده است. اما شبکه سی ان ان گزارش میدهد که 5 نفر از اونها در واقع وکلای آقای ترامپ هستند. رودی جولیانی یکیشون هست، آقای جان ایستمن که اون موقع وکیل کاخ سفید بوده است یکیشون هست. قبلا چیزی که ما در کنگره آمریکا شنیده بودیم و مدت ها دموکرات ها اینو تعقیب میکردن و آقای جک اسمیت هم ابتدا که اومده بود به نوعی راجبش حرف زده بود، این است که آیا دونالد ترامپ اقدام به کودتا کرده است. اینجا که دموکرات ها میگفتن ایشون کودتا کرده، آقای جیمی راسکین یکی از نماینده های مجلس از حزب دموکرات که بسیار هم پر سر صدا است و یکی از مخالفین سرسخت ترامپ هست، بارها و بارها این داستان کودتا علیه خود دولت رو مطرح کرده بود و اینکه آقای ترامپ دسیسه چیده و توطئه کرده است برای اینکه علیه دولت خودش کودتا کند. 5 وکیل نمیتونن کار کودتا انجام بده. کودتا احتیاج به افرادی داره که در دولت باشن. رئیس دفتر کاخ سفید باید جزش باشه، رئیس ستاد مشترک ارتش باید جزش، افرادی که بتونن کار اجرایی انجام بدهن، نه کسی که فقط وکیل دادگستری بوده. و همین هم جزء دفاعی آقای ترامپ به نظر میآید باشد، چون وکلاش دیروز سی ان ان گفتن که متمم اول قانون اساسی این در واقع حق رو با آقای ترامپ میده که در این زمینه صحبت کنه. کارشناسان دیگری که در زمینه کیفرخواست صحبت میکنن میگن کیفرخواست خیلی باهوش نوشته شده. همون اول اشاره میکنند که بله، آقای ترامپ طبق متمم اول قانون اساسی حقوقی دارد، ولی نه اینکه توطئه بچینه و دسیسه بچینه. و بعد هم چیزی که در این کیفرخواست وزارت دادگستری بهش اشاره میکنه که به نظر بنده حقیر، حالا کل داستان هم روی همین میچرخه، این که آقای ترامپ میدونسته تمام این ادعاها دروغ است و با اینکه میدونسته که دروغ است سعی کرده توطئه بچینه و دسیسه چینی کنه. این که چگونه وزارت دادگستری بتونه نیت آقای ترامپ رو ثابت کنه، بتونه ثابت کنه که دونالد ترامپ میدونسته که انتخابات رو باخته است ولی با این حال دست به دسیسه و توطئه و دروغ پراکنی زده است، این چالش بزرگی خواهد بود برای وزارت دادگستری آمریکا. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما از روبروی کنگره آمریکا، و همچنین رازی دانش از مقابل دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی.